خب اگه یادتون باشه من تو ویدیو قبلی بهتون آموزش لیکور پشن فروت رو داده بودم. این حدود 2 سالی هستش که مونده و به این شکل در اومده. کاملا میبینیم جا افتاده و عالی. هیچ خرابی و کپکی هم نداره بفهم که الکل خالصه. این هم که با البالی من قبلا درست کرده بودم. این هم هر کدومشون حداقل 2 سالی هستش که مونده. و مصرفش رو آماده است. من گفتم بهتون نشون بدم که چون فیلم قدیمی رو داشتم چک میکردم دیدم اینو آپلود نکردم. اینم به این شکل حتی طولانی تر هم شما بذارین هیچ اتفاق براش نمیفته و کاملا سالم میمونه. هر که الکل داره و تو الکل هم هیچی خراب نمیشه. ببینید آلبالوهش خراب نشده، رنگ و عطر و طعمش هم داده به ودکا. اینم هم همینطور دونه ها و مغز پشن فروت رو ما ریختیمش این تو و این شکل در مده. ودکا دیدین که خودش رنگش روشنه مثل آب میمونه و این رنگش رو طلایی کرده و خوش رنگ. همین راحتی و سادگی. هر میوهی که طعمدار هستش و طعمش دوست داری مثل توت فرنگی، زردالو اینا میتونین این کار باش بکنین و از خوردنش لذت ببرین. خیلی از من سوال کردم در مورد شرابایی که مثلا با توت فرنگی درست میشه، یه سری میوه خاص. من درست کردن اونا رو نمیدونم چون ممکنه یه کار تخصصی باشه یا خراب کردنش خیلی زیاد هستش احتمالش. ولی یه راه خیلی ساده میتونم بهتون یاد بدم اگه خارج کشور هستین و اینو میتونین خیلی راحت درست بکنین اگه علاقه من به مشروبه دارین که با طعم میوه هستن. اونم اینه که لیکور درست بکنین. من قبلا لیکور گیلاس و لیکور آلبالو رو بهتون آموزش دادم. این چیزی هم که الان درست کردم با آناناس هستش. اون قسمت ساقه مرکزی آناناس و یکی دوتا گوشتش رو انداختم توی شیشه و یه توی شیشه انقدی. برای این مقدار یه قاشق غذاخوری به شکر اضافه کردم، شکر سفید معمولی، و بقیهش رو ودکا ریختم. یعنی این مایه که این تو میبینین کاملا ودکای خالص هست، هیچ آبی مخلوطش نیست. خب این حدود 2 ماه مونده و عطر و ساره خود آناناس رو پس داده به این مایه ودکا. حالا میخوام چون عطر و طعمش زیاد قوی نیستش میخوام این یه ذره قوی ترش کنم، با یه میوه دیگه ترکیبش کنم. مثلا طعم دار کردنش من میوه پشن فروت استفاده میخوام بکنم که هم طعم و عطر خیلی خوبی داره. حالا این میوه آناناس و اینایی که توش هست رو کاملا در میارم و اونو جایگزین میکنم مایه رو با پشن فروت اسمش داخلش. البته قبلا من آلبالو که درست کرده بودم ببینیم به این شکل آلبالوهاشو من کشیدم بیرون در رو بردم و روشو پوشوندم. اینا رو شما میتونید خالی بخورید، کاملا الکلی هست و خیلی خوشمزه. روی دسر، روی بستنیتون هم میتونید اینا رو بچینین و خیلی خوشمزه میشه. اینکه مثلا کوکتل که درست میکنین چند تا دونه از اینو برای تزیین و دکور داخلش بندازین. این کارو میتونید بکنین. اینا رو هم همینطوری اینو میتونین یا بندازین دور، اینکه نگه دارین روی دسراتون یا بعضی چیزها میتونین استفاده بکنین. البته خیلی تند هستش به این دلیل که کاملا ودکا رو کشیده به خودش و ممکنه خیلی دوست نداشته باشن. حالا ببینیم که این کار رو شروع کنیم انجام دادن. خب من این میوه رو به این شکل باز کردم. پشن فروت همونجور که میده فقط قسمت مغزش و داخلش خوردنی هستش. اینا رو خالی میکنیم توی یک کاسه و بعد میریزیم توی ودکا. پشن فروت یه میوه طعم دهنده خیلی عالیه برای اینجور مواد خوراکی، چون طعم خیلی خوبی به مواد خوراکی میده. همه رو به این شکل در میارم و بعد میریزمش داخل ودکا. خب اینا رو من آماده کردم به این شکل در اومد و ببینین که اینا قشنگ ودکاش فشار دادم ریختم این تو و به این شکل در اومد. فعلا ما صافش نمی کنیم به این دلیل که باید کار روش انجام بشه. بعد حالا این مایه چیز و پشن فروت رو من داخل این میرزم. یه حسنی که این روش داره به نسبت شراب سازی اینه که شما به هیچ وجه مشکل کپک زدن و قارچ و خرابی ندارین. عطر خوب بده که ولی تو این پرس شراب سازی و تخمیر شما وقتی که میخواین چیزی رو درست بکنین خیلی احتمال این داره که اگه نظافت و تمیزی و استریل بودن شیشه رو رعایت نکنین
دچار کپک بشه و مایع شما خراب بشه. این چون مایع کاملا الکلی هست به هیچ وجه این مشکل براش پیش نمیاد. حالا کاری که میکنم اینه که دوباره سر اینو میبندم و میذارمش یک ماه تا دو ماه دیگه بمونه، بعد درش میاریم و دیگه صافش میکنیم و تموم. و همین سادگی این کارو ما انجام میدیم. بعد درش حسابی کیپ باشه، جاش هم تاریک باشه که الکلش نپره.